نصایح مورچه به حضرت سلیمان علیه السلام. در یکی از مسافرت‌های سلیمان علیه السلام که جن و انس و پرندگان او را همراهی می‌کردند، عبورشان به سرزمین مورچگان، سرزمینی در نزدیکی طائف و به قول بعضی در نزدیکی شام افتاد. یکی از مورچه‌ها با تعجیل سایر مورچگان را آگاه ساخت و به ایشان گفت به خانه‌هایتان پناه ببرید و از مسیر سلیمان و یارانش دور شوید تا آنها شما را زیر پاهایشان لگدکوب نکنند. باد صدای آن مورچه را به گوش سلیمان رسانید و سلیمان دستور داد تا او را به حضورش بیاورند. سپس به او گفت مگر نمیدانی که من پیامبر خدا هستم و از جانب انبیا ستمی به دیگران نمیرسد؟ مورچه پاسخ داد چرا میدانم. سلیمان گفت پس چرا مورچگان را از ما ترسانیدی؟ مورچه پاسخ داد منظور من این بود که آنها عظمت و شوکت تو را مشاهده نکنند تا خود را در مقابل تو حقیر پندارند و ناسپاسی به درگاه خداوند آغاز نمایند. سخنان مورچه در نظر سلیمان معقول آمد. سپس مورچه سلیمان را خطاب داد و گفت آیا میدانی چرا خداوند از میان تمام قدرت‌ها باد را برای حرکت دادن تخت تو انتخاب نمود؟ سلیمان جواب داد نمیدانم. مورچه گفت برای اینکه بدانی تمام این قدرت، شوکت و مقام تو بر باد است و تو مغرور و متکبر نگردی. آنگاه سلیمان تبسم کرد و فرمود پروردگارا مرا توفیق شکر نعمت خود را که به من و پدرم عطا فرمودی عنایت فرمود.